برنامه نگاه روز از کانال جدید خوش آمدید. من نگار نادری به همراه همکارم حامد جمالی این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. در برنامه امروز میپردازیم به خطر اعدام 5 سالی اعتراضات 96. بنا به اخباری که در مدیای اجتماعی منتشر شده، هادی کیانی، محمد بسامی، مجید نظری، مهدی صالحی، عباس محمدی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96 در خمینی شهر اصفهان هستند که متاسفانه به 2 بار اعدام محکوم شدند و در خطر اعدام قرار گرفتند. خانواده های این زندانیان سیاسی نگرانند که هر لحظه حکم اعدام فرزندان اونها اجرا شود. در همین رابطه همراه هستیم با مهمان عزیز برنامه حسن صالحی. سلام حسن عزیز، خوش آمدید به برنامه نگاه روز. بسیار ممنونم، سلام عرض میکنم و خیلی متشکرم که منو دعوت کردین به این برنامه. ممنونم. لطفا برای ما بگید که در دیماه 96 چی گذشت؟ خب ببینید، در دیماه 96 اعتراضات وسیع و گسترده به ویژه علیه اوضاع گرانی و فلاکت و اوضاع مشقتبار اقتصادی در مملکت برگزار شد که مشهد یکی از اولین شهرهایی بود که این اعتراضات وسیع درش صورت گرفت، ولی به سرعت اینها گسترش پیدا کرد و شهرهای زیادی رو در بر گرفت. برخی آماری که خودشون حتی وزیر کشور وقت موقع گفته بود که در بیش از 100 شهر و بعدن علی ربیعی حتی مدعی شد که در 160 شهر این اعتراضات جریان پیدا کرد و خدمتتون عرض کنم یه نقطه عطف بود در مبارزات مردم، بخصوص این که مردم تو اعتراضات دیگه مسئله اصلاح طلبا رو هم تصفیه حساب کردن و اعلام کردن اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام ماجراست و این ثبت شد. از اون به بعد این به یک شعار محوری تبدیل شد. خواست‌ها و اعتراضات مردم، میگم اعتراضشون علیه کل حکومت بود با همه جناح‌های مختلف و علیه وضعیت فلاکتبار اقتصادی. بعد توی اعتراضات که مدتی ادامه پیدا کرد، حدود 5000 نفر دستگیر شدن و طبق آماری که هست دست کم 25 نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدن و الان ما که داریم صحبت میکنیم در مورد 5 تن از دستگیر شدگان این دوره از اعتراضات داریم بحث اونا دنبال میکنیم. آیا موقعیت سیاسی و اقتصادی از اون تاریخ تا به امروز تغییری درش به وجود اومده یا خیر؟ تغییری که اگر به وجود اومده باشه در جهت منفیه، یعنی بدتر شده وضع حقیقتش. خب میدونید الان در مقایسه با سال 96 ما الان کرونا هم داریم که مزید بر علت شد. خیلی ها در اثر بیماری کرونا جانشون از دست دادن و در واقع به دلیل بی‌مسئولیتی حکومت در قبال جان مردم جانشون از دست دادن. اوضاع اقتصادی به مراتب بدتره و خود خیلی ها به دلیل همین که همون اشتغال سابق رو به دلیل رواج کرونا نمیتونن داشته باشن، از درآمد معمول زندگیشون محروم شدن. اونایی که درآمدی نداشتن به مراتب به وضعیت اسفبارتری کشونده شدن و امروز یک وضعیتی که بعد از 96 خوب دیدیم که 98 اتفاق افتاد به دنبال اعتراضات آبان 98، به دنبال گرانی قیمت بنزین و الان هم از همه گوشی کنار مملکت اعتراضات مال باختگان، اعتراضات بازنشستگان، اعتراضات معلمان و اعتراضات کارگران در جنوب کشور، صنعت نفت، فولاد اهواز، نیشکر هفت‌تپه و در آستانه اول ماه مه جامعه پرجوش و خروش روی داریم و این نشان دهنده این علی‌رغم همه این بگیر و ببندها و اعدامهایی که جمهوری اسلام بر بالای سر جامعه گرفته، جنب جوش و خیزش اعتراضی همچنان با قدرت ادامه داشته. واقعیتی که وجود داره اینه که جان این جوانان در خطره. برای کردن جهان با نام این زندانیان سیاسی شما چه اقداماتی رو در دستور کار خودتون داریم؟ برای مثال اینکه آیا
عکس یا بیوگرافی اونها رو به مجامع بین المللی ارسال کردید، بیانیه ای دادید، اگر برای توضیح بدید. اولا ببینید این بحث این 5 جوان که اسامشون هم شما گفتید در سال گذشته هم مطرح شد، در سال 99 همزمان با اون خبری که منتشر شد که 3 نفر از به اصطلاح معترضین آبان 98 رو میخواستن اعدام بکنن، بس این جوان ها مطرح شد و خب میدونید یه باستاب جانب پیدا و همون موقع راستش مجموعه بسیار وسیع و گسترده از عکس اینا، سرنوشتشون، خانوادهشون، فیلم هایی حتی از زمان دستگیریشون منتشر شد، خود ما به سهم خودمون اطلاعات که در دست داشتیم و منتشر کردیم، اطلاعات متفاوتی رو دادیم و خدمتتون عرض کنم به این معنا اینها آدم های شناخته شده ای هستن و همه میشناسنشون. خب من یه دفعه دیگه مرور میکنم اسامی اینا: مهدی صالحی متولد سال 1362 هست، یک فرزند و دختر داره. هادی کیانی متولد سال 1369 هست، متأهل ایشون هم. مهدی بستان متولد سال 1371 هست، ایشون هم متأهل هستش. مجید نظری متولد 1373 هست، ایشون مجرده. و عباس محمدی متولد 1370 و 2 فرزند داره. به متعاقب اون اعتراضاتی که به احکام اعدام علیه برای معترضین دیمای 96 آبان 98 اجرا شد، خب این اعدام ها متوقف شد و یادآور بکنم که در همان سال گذشته در مرداد ما خانواده های عزیزان هم در مقابل دادگستری اصفهان دست به اعتراض زدن، یک تجمع اعتراضی زدن. مسئله ای که در رابطه با این 5 تن الان ما نیازمندیم اخبار تازه تره. ببینید ما میخواییم از خانواده های عزیزان میخواییم که با ما با شماره تلفن های تلویزیون کانال جدید یا برنامه های تلویزیونی علیه اعدام تماس بگیرن و ما رو در جریان وضعیت اینها قرار بدن. اگر ما در بیخبری قرار بگیریم، جمهوری اسلامی بدون سر صدا میتونه اعدام بکنه و بنابراین بسیار مهمه که ما از وضعیت اونها خبر داشته باشیم. بنابراین درخواستم از این خانواده و از عموم اینه که اخبار رو در رابطه با وضعیت اعدامی ها، به ویژه کسایی که به دلیل اعتراضات حکم اعدام گرفتن، رو برای ما ارسال دارن که این بسیار مؤثره در کمپین های جهانی که ما برای نجات این عزیزان را میندازیم و باز در جریان باشیم. اخبار اخیر، خب بلاغه اخباری که در مدیاهای اجتماعی منتشر شده و کمیته بین المللی علیه اعدام بازنشر داد و روش کار میکنه، ولی برای کار مثمر ثمرتر موفقتر احتیاج داریم به اخبار مستقیم و دست اول. بله، پس خود شما هم در مجامع بین المللی اقدامی رو در پس بله ببینید این به ما میگم ما قبلا هم کار کرده بودیم، نامه نوشته بودیم در دیدارهایی که با مقامات فرض کن وزارت امور خارجه در سوئد داشتیم، در همه این کارهای لابیستون در خیابان عکس عزیزان رو برده بودیم، نوشتیم، متونی رو نوشتیم و بازتاب داریم خبر حکم و الان هم همه کار رو خواهیم کرد، ولی خب همونطور که گفتم مستلزم اینه که یه مقدار اطلاعات بیشتری داشته باشیم که بتونیم دقیقتر ارجاع بدیم که تحولات تازه به این 5 زندانی در رابطه با این 5 زندانی چیه. یکی از فوکوس های کمیته بین‌المللی علیه اعدام همینه که کمپین های مبارزاتی بذاره، بخصوص برای اینایی که در اعتراضات شرکت کردن و حکم اعدام کردن و این جواب میده و ما دیدیم جواب داد در رابطه با اون 3 جوان. فرض کن یک سونامی اینترنتی به وجود اومد، توییت زدن، میلیون ها نفر توییت زدن، چندین میلیارد اون توییت ها رو دیدن و خوشبختانه اعتراض ها مثمر ثمر واقع شد. کار ما علیه اعدام همینه، راه انداختن جنبش های اجتماعی جامعه رو و کل مردم رو علیه اعدام بکنیم و به خیابون بیاریم و به نجات جان عزیزان بپیوندیم، در همان حالی که بر جامعه جهانی فشار وارد میکنیم که
فشار بیارن روی جمهوری اسلامی که اعدام ها رو تو ایران متوقف بکنه. ممنونم از شما حسن صالحی عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم. سپاس از همراهی شما با برنامه نگاه روز. تا نگاه روز دیگر، بدرود.